ببینین واکسن سازی اونم با تکنولوژی آر ان ا مسنجر پیامبر آر ان ا پیامبر اولین بار در جهانه، یه تکنولوژی بسیار قویه. اما شما میبینین آقای بی سواد یا مردم عادی راجب واکسن مدرنا حرف میزنن، راجب واکسن فایزر صحبت میکنن. نباید گول بخوریم، اینا تبلیغات تجاریه. سلامت همیشه دو تا دشمن داشته، جهالت و تجارت. به چه حسابی اینجوری اومدن عقنه شده تو ذهن مردم ما که اگر بریم پول بدیم واکسن فایزر رو بخریم نجات پیدا میکنه؟ شما میبینید رئیس جمهورا میرن راجع به اینا حرف میزنن. اینا بحثای فنی نیست، بحث فنی تو دانشکده باید بشه. وقتی میارن تو اجتماع یعنی میخوان عقنه کنن، به زور بقبولانند به دیگران که باید فلان کار رو انجام بدی. دیدین که دولت ما رو محکوم کردن به این که بگه من میرم 20 میلیون میخرم. حتی بعضی از نزدیکان حوزه مدیریتی هم دلالی کردن. من دوست ندارم این حرفا رو. اینا دلالی های علمیه، گاهی هم نادانسته میکنیم، همون جهالته. یعنی حوزه مدیریتی وزارت بهداشت؟ حوزه مدیریتی مملکتی. یک برنامه بود که در شبکه سلامت، یه برنامه چالنجینگی تازه رو انداخته اسمش شدنش، یک فیلمی پخش کرد که از نظر من رپورتاج آگهی بود برای خرید واکسن های خارجی. رپورتاج آگهی در چه مرحله؟ واکسن خارجی الان وارد تلقیح عمومی شده، چون ما وقتی کار میکنیم وقتی به فاز انسانی میرسی عده معدودی میاد، 30 نفر، 20 نفر، 50 نفر، آدم جوان بیمرض بدون هیچ ریس فاکتور دیگه، از مردم جدا میکنیم میبریم یه جای اینو بهش میزنیم، 3 ماه وای میسه. چون قانون واکسن که اینجوری 3 ماه چند سال با طول بکشه، اینو اجازه داده اون قانون هلسینکی که زودتر تصمیم گیری بکنه. در 3 ماه اگر عارضه نداد میگیم سیفه، سالمه. اگه ایمنی ایجاد کرد میگیم قدرت ایمنی دارد. اما 3 ماهه، ببینین. بعد از اون این طبق اون قانون و با پشتوانه های سیاسی که پشتش اومد به زور رفتن تو فاز تلقیح بیشتر که باید چند میلیونی بشه از اقوام مختلف. اینه که میبینین بعضی از واکسن رو تو اقوام مثلا چینی ها یا روسی ها، اماراتی ها رو هم زدن، بحرینی ها رو هم زدن، ترکیه رو الان از چین اوورده داره میزنه، عراق رو اون یکی داره میزنه. اینا به خاطر اینکه باید این ورقه ها جمع بشه، اینا هنوز نشده واکسن مورد تایید. نمیشه 3 ماه به 3 ماه ما یه بیولوژیک بزنیم تو بدن انسان و نظام ایمنیش رو تحریک کنه. اما در ایران ببین جناب آقای دکتر رنجبران، ما 100 سال واکسن میسازیم. انشالله که شما بچه داری و انشالله که بچه تو واکسن زدی. با چه واکسنی زدی؟ بهشون سرخک و سرخ و دیفتری و زاسوسیاد. واکسن ساخته ایران، مردممون هم ایمنن با همون. سازمان جهانی بهداشت یه ورقه به ما نداد، با اینکه میدونه ما ایمنی کامل داریم. ما الان از ورقه از دنیا داریم، از سازمان جهانی بهداشت داریم که ما واکسن ما سرخک رو کنترل کردیم، هیچ آمریکای اروپایی کنترل نکرده، اما به ما ورقه تولید نداد. در صورتی که با واکسن خودمون هم کنترل کردیم. بله دیگه، ما با این کار و بعد واکسن ما رو می‌خرید می‌برد به کشورهای دیگه میداد، اما ورقه به ما نداده، هنوزم نداده. الان ورقه به ما داده که ما کنترل کردیم واکسن سرخک، بیماری سرخک رو، اما ورقه تولیدش رو نداده. در ایران خوشبختانه با این همتی که جوان‌ها کردن چندین نوع واکسن رو طراحی کردن، بیشترین پشتوانه‌اش همین واکسن 100 ساله خودمونه که در حقیقت ویروس ضعیف شده است. سلامت و سیفتی اون شک نکنید. الان هم وارد فاز انسانی شده. من سنم یه خورده بالاست، به من نمیان بزنن به عنوان چیز، بیماری فلان و فلان هم دارم، البته جوونم، ولی خب حالا دیابت و فشار خون و غیر و ذالک هم داریم. ولی والله قسم اینقدر شک به تلقیح واکسن ایرانی ندارم، اینقدر شک به عنوان چیز ها، به عنوان تحقیق، یعنی همین فاز اول، نه اینکه بعدا که خب معلومه که میزنم.